بینندگان عزیز، با سلام به شما. خیلی خوشحالم که فرصت شد امروز با آقای کوروش سلیمانی باشیم از آتلانتای زیبا. ایشون لطف کردن چند تا از کارهای هنریشون رو هم فرستادن که من به ترتیب نشون میدم و از ایشون میپرسیم که منظورشون از این نقاشی یا کاریکاتور چی هست. آقا اولا خیلی خوش آمدید به تلویزیون مردم، قبلا هم بوده این. اگر اسم ایشون رو در گوگل تایپ کنید پیدا میشه. متاسفانه من مثلا کوروش رو می‌نویسم KOUROSH، یکی می‌نویسه KUROSH، یکی می‌نویسه KOORO، اینجوری مشکل پیدا میشه. شما خودت چجوری می‌نویسی آقا کوروش؟ KOUROSH. ولی اسم ما رو به این کلکشن ایجنسی ها ندیم. کوروش چشم. خب آقا، میخوای برای دوستانی که تازه، چون این ساعتی است که ما هیچ وقت با شما این ساعت روی ایر نبودیم، معمولا هر ساعتی یه طبقه خاصی تماشا میکنن، یکی تازه از کار اومده، یکی اروپان، اینا، میخوای برای دوستان یکم از خودت بگی یا بریم سر اصل ماجرا و نقاشی؟ اولین نقاشی از آقای رضا پهلوی کشیدید شما، یا از خودت شروع کن یا نقاشی ها رو بگو من نشون بدم و شما هم به اصطلاح شروع کن. بله، من متاسفانه تصویرها رو نمیتونم ببینم، ولی خب همینجوری ندید به شما اعتماد بکنم بعد تصویرهایی که گذاشتین دربارش صحبت بکنم. قبولمون کن دیگه، مثل این. بله نه، ما قبول کردیم از مدت ها پیش، خیالتون راحت بود. خیلی ممنون. هر شود به حضورتی که تصویری که از رضا پهلوی میبینید، و باید توضیح اول بدم، علت اینه که من میگم رضا پهلوی به خاطر اینکه نمیخوام دوستان فکر کنن که من سلطنت طلبم، و فرا زده ایشون نیستم. سعی میکنم حقایق اونجوری که میبینم نشون بدم با احترام کامل. و حالا ایشون در آینده رهبر ایران میشن، رئیس جمهور میخوان بشن، پادشاه میخوان، هرچی. ما دوست داریم حقو داشته باشیم با ایشون شوخی کنیم، ایشون رو به نقد بکشیم، ازشون سوال بپرسیم، توضیح بخوان، و ایشون باید پاسخگو باشن. دیدی که من از ایشون دارم اینه که ایشون در یک شرایطی، همینجا که تصویر دارید میبینید، اینا میگن که نتیجه شما هر جور بخواید رأی بدین، من دوست دارم رهبر آینده باشم یا رئیس جمهور باشم یا پادشاه، ولی به هر حال من باید یا میخوام باشم. اینجوری که من میبینم اینطوری میگم که نظر ایشونه. ولی دو تا موضوع مطرحه، این کارشون یا میتونه اشکال داشته باشه یا کار درستی باشه. اگر اشکال داشته باشه به خاطر اینکه خب یه ده گیجن، یه ده منظورشون رو مثل من یعنی نفهمیدم، ولی اگر بگیم کار ایشون درسته، اگر ایشون بیاد بگه بابا من نمیخوام پادشاه باشم، اون وقت سلطنت طلبان خلاصه دمار از روزگارشون در میارن، کار رو براشون خیلی خیلی مشکل میکنن. این شرایطی که در حال حاضر هست. و حالا آقای شما نظریه دارین بگین. بذارید من خودم چون کارهای مختلفی انجام میدم در واشنگتن، مثلا میگم به طرف اگه خواستی عکاس، ویدیوگرافر اینها باشه میام، حتی اگه بخوای به عنوان پی ای، پرودوسر، اسیستنت میام. و بعضی وقتا در رابطه با آقای رضا پهلوی من میگم مگه شما شنیدید تا حالا یا دیدید تا حالا که یه نفر بیاد بگه که من دوست دارم برای وطنم خدمت کنم، شما به من بگید میخواین من شهردار باشم، میخواین من رئیس جمهور باشم، میخواین من پادشاه باشم؟ معمولا از اون وریه طرف میاد ثبت نام میکنه، میگه من میخوام شهردار باشم، مردم اون شهر میرن تحقیق میکنن، به قول شما سوال پیچش میکنن، کاریکاتور براش میکشن. بعد از این مراحل که گذشت ایشون میتونه شهردار باشه. یکی میاد میگه من میخوام رئیس جمهور باشم. حالا اینا قسمت انتخابیش هست که مردم حق انتخاب دارن، ولی پادشاهی که ما تا امروز هرچی هم داستان برامون گفتن که
یه تاج رو میذاشتن بین دو تا شیر، این میمد و اینها همش داستان بوده و میدونیم که حقیقت این بوده، یه قلدری میمده یکی دیگر رو میکشته، اون قدرت رو میگرفته دست خودش تا مدتی در خانواده، و جالب اینه که بعضی وقتا خود خانوادهشون هم دیگر رو میکشتن و این قلدر بعدی میمده. پس شاه بودن و پادشاه بودن به انتخابات نیست، و این کاریکاتور شما با وجودی که خیلی قشنگ کشیدید و زحمت کشیدید، حقیقتا برای سلطنت ما قوطی رای نداریم، صندوق رای نداریم، و این به نظر من میاد آقا رضا پهلوی اینجا یک کمی با مردم مماشات میکنه، یا یه جورایی میخواد به قول شما دو طرف رو راضی نگه داره. چرا نمیاد بگه من چی هستم، چی میخوام باشم، تا مردم بدونن که میخوان باهاش باشن یا نه؟ شما چی فکر میکنی؟ الان دیگه با این سن و سال، اگه بنده خدا از ژن پدرش به ارث برده باشه که پدرش 61 سالگی فوت شد و ایشون الان 57-58 سالشه، اگر از ژن مادر باشه، خب مادر یه مقداری هنوز بهتر عمر کرده و سنی ازش میره، و الان دیگه دوستان به صورت مسخره میگن کودک سفید مو، چون ایشون میگه من هنوز نمیدونم میخوام چه کاره بشم. من ساکت میشم، شما صحبت کنید، دوستان اگه مایل هستن چیزی بنویسن، من روی فیسبوک میخونم، شما در اون باره نظر بدید. بفرمایید. من به طور خلاصه گفتم ببینید این موضوع دو حالت داره، یا اینکه رضا پهلوی با تمام احترام به خانوادهشون نتونسته با مردم درست ارتباط برقرار کنه که منظورش رو بفهمونه، یا اینکه یکی مثل من هنوز منظورش رو نفهمیده. یه چیزای مشخص نیست. ایشون گفتم، بازم تکرار میکنم، شاید صلاح ندیده که در حال حاضر بیاد بگه که نخیر، اگه من سلطنت قبول ندارم بخوام بیام رئیس جمهور بشم، یه ده اونایی که طرفدار سلطنت هستن و یک عمر پادشاهی تو گوششون خوندن و در ایران و ریشه دارن، اونا رو از دست بده. اینه که در یه حال حاضر میخواد هر دو جناح نگه داشته باشه و از نظر سیاست این کار درستیه، و دلیل نمیشه که یه ده رو از دستش بده در رای گیری. همین، من به همین سادگی که خدمتتون عرض کردم. آها، شما میگی این کار درستیه توی سیاست و پلیتیک؟ معلومه، من چیزی که میبینم درست یا بودنش رو قضاوت نکردم، گفتم من اینجوری شاید دلیل اینه که نمیخواد بیاد بگه که من تکلیفش رو مشخص کنه که چیا میخواد. بله، نگران اینه که اون طرف داره سلطنت آغش کنن بذارنش کنار. خب الان یکی از اینا رو داریم اینجا، یکی از اینا رو داریم، آقای پرویز ثابتی نوشتن که آری ما میجنگیم، ما برای بازگشت شکوه پهلوی به ایران اهورایی خود و بازگشت پادشاه خود رضاشاه دوم میراثدار این شکوه می جنگید. من فکر میکنم بیشتر این دوستان شعار میدن، نه مرد جنگ هستن، نه میدونن در جنگ چه اتفاقی میفته، ولی امیدوارم که بجنگن. آقا شما که میخوای بجنگی باید ببینی قرارگاهت کجاست، فرماندهت کجاست. همینجوری که نمیتونی الان بری تو شاپینگ مال نیزه برداری با مردم بجنگی، میگی من دارم برای رضا پهلوی میجنگم. شما اگه جانم بگو. بله ببخشید، یک هفته پیش، شنبه پیش، دومین گرامی داشته دکتر مرتضی میرآفتابی سردبیر سیمرغ بود که 30 سال پیش من افتخار همکاری با ایشون داشتم. ایشون یه دفعه اومد روی برنامه آقای امید امیدوار که در ویرجینیا و واشنگتن برنامه دارن، ایزی تی وی داشتن. بله. و یه بار اومد، خودش چون خیلی زد سلطنت و خیلی زد شاه بود، بعد به مردم میگفت، میگفت این مردم ما زد شاه بودیم، شعار مرگ بر شاه میدادیم، گفتیم شاه باید بره مرگ بر شاه، شما که طرفدار شاه بودین چرا اونجا وقتی که ارتش تو خیابون بود چرا نیومدین از شاه طرفداری کنین؟ متوجه هست این از شاه، از رضا شاه هم همینجور که این همه خدمت کرد به ایران، وقتی رفت چه کار کردن؟ آخه حالا هر کار نظری داره، ولی یه مقدار باید مایه پشتش بخوره. و اینا رو شاید شما شاید در قصد بی‌احترامی ندارم، ولی شاید یه مقدار شعاره. بله بفهمید. خب بذارید از همین دوستمون سوال کنیم، چون افرادی که اینجا هستن. اتفاق خیلی خوشحالم آقای دکتر مهدی عابدی هم اینجاست، من امروز قرار با ایشون صحبت کنم، متاسفانه بعدم نوشتن که اشکالی بوده.
آقای آبدی جامعه شناس هستن، خیلی قشنگ برنامه رو اجرا کردن، من اصلا شیفته شدم و ازشون دعوت کردم که تو برنامه باشن. سوال قشنگی شما میپرسید، امیدوارم دوستان بیان پاسخ بدن. آقا شما میگید که این همین، من به مردم میگم، میگم که معمولا این جوونا حمله میکنن که شماها انقلاب کردید، میگم پس شما قبول دارید که 35 میلیون میتونه انقلاب کنه و اون ارتش قوی شاه رو فرو بریزه، تمام دوستای شاه وحشت کنن. از شما میگید شاه به همه دوست بوده، از روسیه گرفته، مصر گرفته، از آمریکا گرفته، چه جوریه که شما 80 میلیون نمیتونید؟ بعد شروع میکنن فحش دادن، بعد میگم آقا این درست نیست، شما به هر کس و ناکسی هی بگید شما انقلاب کردید. آقا من مأمور حکومت نظامی بودم، من موقعی که شاه آریامهر شما، شاه اسلام پناه شما فرار کرد، بنده یک جوانی بودم که به خاطری که حالا هیکل درشتی داشتم، ورزشکار بودم و اینها، در هوابرد شیراز بودم، بعدم حکومت نظامی بودم. خب پس شما به همه نگو. حالا شما خودت فرض کن بابای خودت رفته، عموی خودت رفته، آقا خواستن رفتن گرفتن، امروز شما نمیخوای؟ خمینی هم که گفت که اگه کسی حکومتی رو نمیخواد حق داره بیاد عوضش کنه. خب این دوستمون که الان اینجاست آقای پرویز ثابتی، شما به آقای رضا پهلوی بگو یا علی مدد شما بلند شو بیا برو تهران، منم میام عوضش میکنم. چرا اینقدر چیزای ساده زندگی رو شما مشکل میکنید؟ حالا تا موقعی که ایشون پاسخ بده، شما یه عکسی برای من فرستادی، عکس یه شتره، اون چه ربطی داره به من و آقا رضا و شما و اون؟ چیه ماجرای شتر چیه؟ این منو یاد تبلیغ چیز میندازه، سیگار کمل بود. بله بگو ببینیم، این الان دارم شتر رو، این جریانش یه مقدار بی‌تربیتیه، بی‌ادبیه، من این حرفای جای دیگه نمیزنم، ولی خب چون برنامه شماست اشکالی توش. آقا دست شما درد نکنه، ولی من اتفاقا به این افتخار میکنم که برنامه ما انقدر بی سانسوره که شما میگی من جاهای دیگه باید رعایت کنم، ولی اینجا آزاد. بله بگو دیگه، حالا بگو. دستمون بازه، دهنمونم بازه، بفرمایید. بله خب، این جریان یک سری از روشنفکران و مبارزان ایرانیه که با شعار ضد امریکا بودن، مرگ بر امریکا و ضد غرب بودن، حرکتشون رو شروع کردن. خب حالا که شرایط عوض شد، حالا اون کشوری که ازش دفاع میکردن میبینم خودش صد برابر امپریالیست‌تره، بابا از کشورهایی که اینا به امپریالیست بودن محکومشون میکردن، اینا هم هنوز همون سنگ حرفای قدیمی رو، دوران قدیم رو به سینه میزنن و نمیتونن ببینن یا باور کنن که شرایط عوض شده. گوش میکنه؟ بله. یعنی یه ده اینا، اتفاقا آقای ایرج مستاقی میگو و منم بقیدش احترام میذارم، چون که الان خیلی هستن از اون چپی ها با رضا پهلوی مخالفن، به خاطر اینکه پدرش شاه بوده، به خاطر ظلم کرده، ساباک داشته، تمام اینا. آقای مستقی میگو بابا خیلی خواه، همه این حرفا درست، حالا شما بگین این رضا پهلوی بیاد رو کار، درست تم و کارایش پدرشو بکنه، میاد مغنه بکشه سر زنا، میاد چادر سرشون بکنه، میاد دادگاه صحرایی خلخالی رو بیاره بذاره توی قوه قضاییه، میگه میاد این کارا رو بکنه، نمیکنه. پس بنابراین اگر رضا پهلوی که یه ده خیلی مخالفش بودن، ضد سلطنت بودن، بیاد اونجوری که آقای مستاقی میگه و منم عقیده دارم، با اینکه نمیخوام زیاد وارد مسائل سیاسی بشم چون که اهل قدیمی درستش، نه اینکه بگم نباید بشم، ولی درسته رضا پهلوی بیاد شرایط خیلی خیلی بهتر از این چیزیه که ممکنه ایدئال نباشه، ولی خیلی خیلی بهتر از این چیزیه که در حال حاضر توی ایرانه. اقلا شخصیتی داره، سه تا زبان به خوبی صحبت میکنه، شناخته شده است و حالا اگه چیزای مثبتی خیلی ازش ندیدیم، ولی منفی حالا ندیدیم چیزایی که مایه آبروزی چیز اینا باشه، حالا بگذار یه چیزایی دربارش میسازن اینا،
و اگه اجازه بدیم وارد اون مسائل خصوصی زندگی نشیم. نه ولی من هنوز رابطه شتر رو متوجه نشدم. حالا اگه شتر مرغ، اگه شتر مرغ میکشیدی یه چیزی. ولی نه جریان شتری که میخواستم بگم اینه که این به یک حق مطلب رو بیان میکنه، چون که گفتم همینجوری این بخاطر اون کسایی شده که شرایط عوض میشه و متوجه نیستن و دوباره فکرشون همون دوره جریان قدیمه. داستان اینه که یک مردی 15 سال توی بیابون گم میشه و خلاصه خسته گرسنه هیلون و حیران و ویران هم ویران همه چیزی میگرده و خلاصه یک غذای سیری میخوره و یک استراحت خوبی میکنه. بعد البته دو تا از سه تا مسئله که داشته حل میشه و دستش به هیچ پیکری نمیرسه. خلاصه چشم میفته به شتر و این شتر از برق چشم این مرده میفهمه که نخیر، اوضاع خیلی وخیمه. اون حس ششمی که داشته شتر، حس ششمشون در این مورد پا میذاره به فرار. بعد مرده میره دنبال شتر، شتر بده مرد بده، مرد بده شتر بده، شتر بده مرد بده، مرد بده شتر بده. من فیلم های کیارستمی زیاد دیدم، این تکرار میکنم، شتر بده مرد بده، مرد بده شتر بده، تا آخرش تا دستش به دوم شتر میرسه شتر دوباره لگتش میزنه و میفته رو زمین، دوباره دنبال شتر میده تا اینکه میبینه به یک درخت یک زن خوشگل مثل پری پیکر ماهروی رو بستن به درخت. لخت مادرزاد این زنه میگه که ای سرور من، تو فقط من نجات بده، هر کاری که میگه من برات میکنم. اینا چشماش برقی میزنه و دستا زنه رو باز میکنه. بعد از زنه ازشو پسته میخواد چیکار کنه، میگه قربونه گردن این شتر نجات داشت که من با دست دنبالش رو دیدم. این شهر حال ید از روشن فکرهای سابق ماست که متوجه تغییر اوضاع نشدن و همون چیزی که عقیده داشتن هنوز هم همون سنگا به سینه میزنه. امیدوارم که اینجوری تونسته باشم حق مطلب رو بیان کرده باشم. بله بفهم. بسیار ممنون. یک من اینا رو بگم نقاشی یا بگم کاریکاتور؟ حالا تر هر چی دلشون میخواد. تر یادش بخیر، ما یه آقای معلمی داشتیم به نام آقای پیروی، توی شیراز هم معلم خطمون بود هم نقاشی، و میگفت شما اینو امروز تر کنید. بعد بچه ها اذیت میکردن. یه روز یکی رفت کتابه رو گرفت زیر آب، اومد گفت که اینو من تر کردم. حالا یه طرحی شما اینجا کشیدی که یک عکسی هست، حالا من برای دوستان نشون بدم. من زیرش نوشتم اسموک، یعنی دود، سیگار. این چیه؟ یک خانم اینو من ایناش از یک کارتونیست مجله مد به اسم دیوید برگ گرفتم. یه صحنه نشون میداد یه ده توی مهمونی همه سیگار میکشیدن و جا سیگاری نمیتونستن پیدا کنن. بعد خلاصه سرگردون بودن که یک زنی میبینه که یه چیزی رومیز میشه به اسم جا سیگاری جاش زد. تا میاد سیگارش خاموش کنه یه بار میبینه 60 تا دست پیش از اون اومد و سیگارشون رو خاموش کردن. یعنی خیلی هم از همین مشکل این خانم ها داشتن. ببینید الان این کسایی که شعار ضد سلطنت میدادن، شعار ضد رضا پهلوی میدادن، الان به یه مرحله رسیدن ببینن که کسی نیست به قلدشو تو قیدون نیست. نه با این جمهوری اسلامی که میتونن بسازن، نه هم که این کسایی که تو اپوزیسیون هستن چنین وجه و قدرت و اعتباری دارن. حالا اگه درستر فکر میکنن یه مسئله دیگر، ولی روشون نمیشه که بیان بگم بابا ما نظرمون عوض شد، این ما به رضا پهلوی رای میدیم، هی هم میان بطر خرابش میکنن. و این ایده را من از دو تا برنامه تلویزیونی گرفتم، یکی آقای ایرج مستاقی و دیگری هم آقای میرزاقا عسکری مانی که ایشون تلویزیون مانی رو دارن، رادیو تلویزیون مانی. ایشون یه طرحی پیشنهاد کردن که بابا از مردم بخوان یک درخواستی برایشون بنویسه که بابا درگیر بشو تو این تحریکاتی که هستش، بیشتر از خودت نشون بده. بخواست رای گیری بکنه ببینه مردم ایشونو تا چه حد معتقدن که ایشون میشه رهبر آینده ایشون بشه.
در ایران بشه و متاسفانه شاید اونجوری که فکر میکردن این برنامه پیش نرفت، ولی طرح بسیار بسیار جالبی بود. بله، از این طرح و برنامه و پیشنهادها و دعوتها تا حالا زیاد شده. برنامه های رادیو تلویزیون رو شما بیشتر به عنوان سرگرمی و تلف کردن وقت نگاه کنید. این دوستانی که میان فکر میکنن از اونجا جنبشی را میندازن به هیچ جا نمیرسن. حالا خدمتتون عرض میکنم، هیچ اشکالی نداره یه جنبشی درست بشه، بعد یه رادیو تلویزیونی هم به نام خودش داشته باشه که از اون رادیو تلویزیون پروپاگاندا یا صدای خودش رو پخش کنه و بره دنبالش. ولی اینایی که میان با یه برنامه تلویزیون فکر میکنن اگه الان گفتن که برید مردم بریزید تو خیابون، مردم میرن میریزن تو خیابون، یا اگه من آمدم گفتم که آقا بین سوربی و آقای سلیمانی و رضا پهلوی و مسعود رجوی کدوم انتخاب میکنید، خب بعضی ها میان میگن اصلا سوربی کیه، یکی دیگه میگه کوروش سلیمانی کیه، ولی خیلی ها رضا پهلوی رو میشناسن میگن رضا پهلوی. خب 400-500 تا رأی میگیرن، بعدم مینیسته 90% رأی، نمینیسته این 90% 360 نفر بودن، از 400 تا 90% میشه 360. خب حالا ما گرفتیم، ما گفتیم آقا رضا پهلوی بیاد بشه پادشاه، خب وقتی ایشون نمیخواد، ایشون اصلا هیچ علاقه ای نداره، مثل اینکه الان رئیس جمهوری میخوان اینجا انتخاب کنن 21 نفر دموکرات رفته اسم نوشته، حتما از زنش از شوهرش اجازه گرفته باهاش مشورت کرده که بریم این کارو بکنیم، درد سرها داره، تمام پروندهشون رو میکشن بیرون، پول خرج میکنن. ولی مال ما همه چیمون میخواد برعکس باشه. شما شطور کشیده بودی، یه جوکی هم میگه که شطور وقتی ادرار میکنه از پس ادرار میکنه، بهش میگن چرا ادرارت پسه، میگه آخه من چه چیزی مثل همه کسه. اینم این ماجرای شطور. ولی ما انتخاباتمون هم از این وریه، ما باید بریم خواهش کنیم، دعوت کنیم ایشون بیاد، ولی با آقای مانی بگو هر وقت وقت کرد، من دو سه بار با ایشون مصاحبه کردم، بهش بگو هر وقت شما وقت کردی برو ببین تا حالا چند نفر گفتن آقای رضا پهلوی این دیگه آخرین درخواست ماست، این آخرین اختاره، یا بگو هستی یا ما میریم. خیلی هاشون بیچاره مردن، از کبر سن تلف شدن رفتن دیگه، ولی آقای رضا پهلوی هنوز میگه. شما بعد برنامه، اتفاقا به این دوستمون آقای ثابتی هم پیشنهاد میکنم، بعد از برنامه اسم من رو بنویسید توی یوتیوب و اسم آقای رضا پهلوی با فاصله، ببینید چند بار من از ایشون سوال کردم آقا هستی یا نیست. آقای سلیمانی من اگه زنگ بزنم به شما از روی وبسایتتون شماره تلفنتون گرفته باشم، بعد زنگ بزنم بگم من دنبال یک کاریکاتوریست هستم، شما کاریکاتوریست هستی یا نیستی، شما چی میگی؟ میگم نسبتا خودم در یه سطح خیلی بالا نمیدونم، ولی فکر کنم نه، یعنی حقیقت اینی که شما میگی من هستم، نمیگی که بستگی داره. اگه منو میخوای یه راه نزدیک انتخاب کنی، یه پول زیاد بدی، یه شام خوب بدی، بله کاریکاتوریست هستم. ولی اگه میخوای بیام یه جا کار کنم 3 سال، خب میدونید یا هستی یا نیستی. آقا سوگند یاد کردی یا هستی یا نیستی، بیا بگو سوگند و من جوان بودم نمیخواستم، پس بگی. این ماجرای اون نمیدونم پسر عموشم دنبال سلطنت، ماجرای اون چیزایی که آقای انصاری توضیح داد که یک تراستی رو درست کرده شاه که اگر کسی نشود این پول تراست تقسیم بشه، حتی مقداراش هم گفتن 20% 20% 8% 2% بین خواهرها برادرها بین فامیل مادر و اینها. اینه تکلیف مردم رو معلوم کنید. از اون گذشته آقای مانی لطف کرده دعوت کرده 30-40 نفر بیکار مثل منم که تلویزیون نگاه میکنم نوشتیم آقا رضا بیا پادشاه. خب آقا وقتی خودش نمیخواد شما هر چی میخواد بنویس، چه فایده ای داره؟ اینا مشکلاتی که ما متاسفانه داشتیم، هی تکرار میکنیم، ازش هم درس نمیگیریم که بگیم آقا اون کار انجام داده، آقایون اینجا نامه نوشتن، حتی یه کمی پرخاش کردن، نمیدونم نامه 50 تن از شاه دوستا به آقای رضا پهلوی، این مدت ساکت بودیم هیچی نگفتیم. اولا خب چرا ساکت باشین؟ شما اگه طرفدار این رژیم بودید، به قول آقای سلیمانی میگه که طرف گفت خب اینا رفتن انقلاب کردن، شما کجا بودی؟ شما رضا شاه رفت نیومدی خودتو بندازی جلو ماشینش، آقای محمد رضا شاه رفت نیومدی اعتراض کنی. این آقای دکتر میرآفتابی میگفت من نقل قول کردم. بله بله، خب حرف درستی میزنه. ضمناً چون شما از ایشون یاد کردی، من یکی دو بار صحبت کردم
باشون همون موقع هم که بنده خدا صداش به خوبی در نمیومد و اینها، سرطان زبان یا گلو داشت، یه چیزی اینجوری بود. گلو داشت. بله بله. آدم بسیار روشنی بود، حرفای درستی میزد. متاسفانه این روزا حرف درست خیلی خریدار نداره. شما باید حرفی بزنی که طرف حتی اگه غلط هم هست هم فکر اون باشه، خوشش بیاد و به اصطلاح به شما اونم بگه به به و چه چه، از این برای اتاق به به، از اون ور چه چه، 40 سال به به و چه چه، من و شما اینجا هستیم. خب یه عکس دیگه هم هست، اگه شما صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه من این عکس اجازه بفرمایید من نوت برداشتم از این گفتگوی شما یه توضیح بدم. یکی این که در میان برنامه سازان تلویزیونی هستن کسایی که شیادن، مغرضن، اینا رو شاید در آینده بشون بپردازیم، ولی آقای میرزا قصد کریمانی یکی از صادق‌ترین و شریف‌ترین انسانهایی که من شناختم، ولی ممکنه در این مواردی با نظریشون موافق نباشیم، ولی در صداقت ایشون کسی شکی نداره و فکر نکنه ایشون تا لیه ادعایی چی شد. آقای سلیمانی میخواییم اون تلویزیون ها و ایناری که روشن کردید اون پشت خاموش کنید. بله هستید آقا کوروش؟ آهان ریکانکتینگ، there is a poor network. بله قطع شد. خوشحالم که برگشتید و هستید. اگه بعدن دفعه دیگه اون چیزهای دیگر رو از روی اینترنت خاموش کنید خیلی پرزور، سنبه پرزور جلو میریم. ببینید آقای سلیمانی، ما هیچ وقت راجع به صداقت دوستان نه صحبت میکنیم نه شک میکنیم. حتی اونایی هم که بعضیا میگن شالاتان و شیادن، میگیم این بنده خدا هم به خیال خودشون بهترین تلاش خودشون رو انجام میدن. ولی من یه سوالی از شما دارم. شما الان اگر خدای نکرده امشب قلبت درد گرفت، به همسرت میگی که زنگ بزن یکی از دوستان صادق من بیاد اینجا قلبمو نگاه کنه، یا میری دنبال یه پزشکی که کارش قلب باشه؟ خب لزومن، یعنی مطمئنن اینه که کسی که کارش قلب باشه. من ما مشکلمون همینه. من میگیم آقای مانی آدم خوبی هستی، صداقت داری، ولی شما این کاری که میکنی قبلا کردن نتیجه نداشته، بعد تازه حاصلش چیه؟ حالا این بار برفرض که همون جوری که گفتم 400 نفر رأی بدن، یه مدت پیش این آقای جوانمردی از وایس آف امریکا آمده بود رأی گیری کنید، این رأی گیری ها رو من به جای خیلی مطمئن میدهم، آه فکر نکنید جاهایی که دیگران میدهن. گفتم آقا بنویس اینجا به کجا میدی این رأی گیری ها رو. بعد نوشته بود که شما توجه کنید این وبسایت ما خیلی هم سکیور هست. میگم آقا بانک آف امریکا، کپیتال وان، وزارت امور خارجه آمریکا، اینا هر روز مورد تهاجم چیزا قرار میگیرن، اینایی که اتک میکنن، هکر. اون وقت تو فسقلی آمدی یه وبسایت مایی دلار و نیم راه انداختی، میگی وبسایت من خیلی سکیوره. آخه شما از اولش دروغ میگید با مردم، والا اون مسئله صداقت. آقا من خیلی آدم صادقی هستم، ولی فکر نمیکنم هیچ کس بذاره من براش خونه بسازم، چون این خونه رو سرش میاد پایین. بله رشته برق من بلدم، ولی رشته ساختمون بلد نیستم که. من ساکت میشم، اون عکس رو دارم هر وقت خاصی که نوشته شاهزاده آقای رضا پهلوی. بله ببینید اجازه بدین من یکی یکی این نکته‌ای که شما گفتین، موضوعی که گفتین دربارش صحبت بکنم، بعد بریم سراغ عکس بعدی. بفرمایید. یک تری کشیده بودم براتی که متاسفانه دست نرسیده بود، جریان ماشین دست دوم بود و جریان این بود که توی هفته نامه توکی قبل از انقلاب یک جوکی نوشته بود اگه میخواین برین یه ماشین بخرین دست دوم، اینو برین بخرین به یه دلال بگه من میخوام بفروشم به تو، اون همه با ایراداشو بهت میگه، بعد که خیال راحت شد بعد به این ماشین رو بخر از اون کسی میخواد بفروشه. در مورد رضا پهلوی باید بگم که اگر ایشون با کسایی گفتگو و مصاحبه میکرد مثل آقای مهندس بهرام مشیری یا کسای دیگه، همین آقای میرزا آقای مانین،
و نه کسایی که طرفدارش هستن و معلومه که طرفدارشن، مثل آقای نوریزاده یا آقای میبودی، ایشون شخصیت های بسیار برجسته هستن، متاش معلومه که طرفدارشن و نظریاشون هستش و اشکالی هم نداره. و من مردم اعتمادشون بیشتر میشد، چون که مردم میدونن که آقای مشیری اقلا اگر که با سلطنت مخالفه، موافق نیست، آدم صادقیه و حتی در خیلی موارد از شاه دفاع کرده. و وقتی که آقای عبدالکریم سروشونه خمینی رو با سواد خونده بودشونه بی سواد از سواد شاه دفاع میکرد، من آدم منصفی میشناسم. اگر میومد این مسائل ایران رو با ایشون صحبت میکرد، من فکر کنم اگر آقای مشیری اون قسمتی که درست میگن تایید میکرد، اعتماد مردم به ایشون زیادتر میشد. حالا از بعد حادثه ایشون رفته با شهرام همایون صحبت کرد. من درباره چیزایی که نمیدونم همیشه با اگر و مگر و شک و تردید صحبت میکنم، ولی درباره شیاد بودن، دورنگ بودن، دودوزه بازی کردن شهرام همایون، چون به خودم ثابت شده، خود من شخصا تجربه کردم، شکی ندارم. و برام عجیبه که چرا رضا پهلوی نشناخته ایشونو. ایشون اصلا متخلص به شارلاتانه، متوجه هستید که بیاد درباره به این موضوعی، حالا هرچی که بوده، از میون این همه برنامه سازانی که واقعا اعتبار دارن، بیاد این افتخار رو به شهرام همایون بده. اگر دوست دارم از سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، هواداران رضا پهلوی یا هر کس، این موضوع رو برای ما روشن کنن. فکر کنم حالا نوبت تصویر بعدی اگر که یک عکسی هست که یه قوری یا یه کتری برقی هست، نمیخوای درباره این عکسی که نوشته شاهزاد؟ چرا چرا، اتفاقا خیلی این در یه خاطره ماتی که من درس میخوندم تو کالج. ما تو اون خوابه دانشجویان که بودیم، مثل که ممنوع بود که کسی قوری و کتری داشته باشه، بیا چای اینا درست کنه قهوه، ولی خب ایرانی ها قربونشون برام داشتن این کتری رو. بعد یه دفعه شبیخون زده همه اینا رو جمع کردن، ما تصمیم گرفتیم به خاطر که حقمون رو بگیریم دست به تظاهرات بزنیم. من اونجا گفتم که ببین من یه فکری دارم، یا این که بریم جلو رئیس در خونه رئیس دانشگاه و جلو دفترش همه بیام تظاهرات کنیم، یا این که پول جمع کنیم برای من یک کسری بخریم. حالا حکایت اینه که این چیزی که رضا پهلوی از مردم میخوان، یا این که این کار رو بکنیم بیان بشین جمهوری خواه باشین، منا به عنوان رئیس جمهور خودتون انتخاب کنین، یا این که خب اگر که طرفدار سلطنتید بازم منا به عنوان پادشاه خودتون انتخاب کنین. یعنی در واقع هرچی که هستش آخر سر خیلیش به ایشون میخواد برسه. یعنی فکر قوری خودشه، فکر کتری خودشه. بله بله. حالا من نمیدونم چیز هست، ولی به هر حال یه شوخیه با ایشون و دیده که من ازشون دارم. آها، این خیلی کار خوبیه. اینا باید تحمل شوخی رو داشته باشن، تحمل شوخی بله. تو جامعه ما بالا بره. شما هر وقت وقت کردی یه عکسی هم نقاشی طرحی هم از ما بکش، مسخره کن، برای خود منم بفرست، من تو برنامه نشون میدم. شما ممکنه باورت نشه، این آقای پرویز مینویی سالهاست که در نشریات مختلف قلم میزنه و مینویسه. اولین بار من رو مسخره کرده بود توی برنامه ها، که من وقتی که مردم زنگ می زدن من می گفتم من سربی هستم، ایشون گفته بود که من صبحی هستم بفرمایید، و بعدم هر چیز من گفته بودم ایشون مسخره کرده بود. خب حالا منتظر بود که من بهش تماس بگیرم، بهش بگم که مثلا پیر مرد فلان فلان شده، چرا اینجور و چرا اونجور. من تماس گرفتم، تشکر کردم ازش، گفتم چقدر قشنگ نشون دادی، شما برنامه های من رو دیدی که تمام این چیزایی رو که من حالا یا درست یا غلط میگم اینجوری. این چرا ما تحمل طنز نداریم؟ چرا ما نمیتونیم کاریکاتور و اینا رو بفهمیم؟ الان من دارم اون یکی رو نشون میدم که رنگ بنفش داره و نوشته شاهزاده آقای رضا پهلوی، دو تا باکس هم بغلشه. این منظورتون چی بوده؟ این چیزی نیستش، این فقط گفتم که ما دو تا گزینه داریم، گیش هستیم، یعنی من خودم رو میگم ببخشین، چون شاهزاده بگیم یا رضا پهلوی. من از شاهزاده گفتم بهشون به خاطر احترام، هیچ اشکالی گوش بکنید. خب ایشون در خانواده سلطنتی به دنیا آمده، احترام گذاشتن به مردم هم ضرری نداره، ولی وقتی بهشون شاهزاده میگی یعنی سلطنت طلبی رو قبول داری،
طرفدار پدر و من نیستم. دو تا اشکال بزرگه، یکی این که پدر بزرگ خود ایشون قانون گذراند که کسی از کلماتی مثل میرزا و خواجه و نمیدونم از این شازده و اینا استفاده نکنه، البته اون موقعی بود که خود ایشون هنوز به اصطلاح مقامی نداشت، حتی به وزارت خونه ها گفته بود که این نمیدونم سید و میرزا و شازده و اینها، چون دوره قاجار خیلی زیاد داشتیم اینا رو حذف کنید. بعد مثلا پدر شما اگر طبیب بوده، ما نمیتونیم به شما بگیم طبیب زاده، البته فامیل داریم اینجوری، پدر بنده کارگر بوده نمیگیم کارگر زاده، چرا یه دفعه شاه میشه شاهزاده؟ بعد ایشون شاه زادتش یا مادر زاده؟ ببینه جناب صبری، حتی اگه ایشون با من یک فرد عادی مثلا تلقی کنه، ما به یک فرد عادی هم همینجوری اسم فامیلش که ایران نمیگه. من الان به شما میگم آقا صبری، جناب صبری، با اینکه خیلی خودمونی دوستم هستیم، بله. اینه که یه وقتی آدم فکر میکنه اگه همینجوری خشک و خالی بگه بهشون بی احترامی کرده، اما یعنی من به هیچ وجه قصد بی احترامی به کسی ندارم، اگه که نظرش قبول ندارم. اینه که اینو من فقط بهش اشاره کردم، یه موضوعیه که باید یک عنوانی لقبی مثل عالی مقام براشون پیدا کرده، که نه سیخ و سوزه نه کباب، نه که کسی که میگه میخواد احترام بذاره ولی نه سلطنت قبول کرده نه طرفدار جمهوریه و اصلا ربطی به نظر سیاسی نداره. اینه که گفتم فقط یه مقداری ما رو تی در سن اگه اجازه بدین از این بگذاریم. بله، اگه شما میخواین چیزی بگیم ببخشید. نه نه حرفی ندارم. یه عکس طرح دیگه هست نوشته تی وی تی، بعد یه آقایی داره موتور سواری میکنه، یه نفرم پشت سرش نشسته. این منظورتون از این کاریکاتور؟ اینا یک صحنه از فیلم اونه دو آقا شبیه ظهوری، یک دل دو دلبر بود که وحدت ساخته بود، یک از فیلم های خیلی خنده دار. این ظهوری از یک اتوبوس جا مونده بود و خلاصه وسط جاده دست کنونه که سوار چیز بشه، یه ماشین سوارش کنه، هیچ ماشینی نمیومد، یه ماشین قرازه، موتورسیکلت قرازه اومد و اینو سوارش کرد. بعد یکم این که رفت موتور خراب شد، اینا همه هر چی سعی کردن که این موتور رو درست کنن، موتور درست نشد و این جذب دید که ظهوری دید که آره یه تی بی تی داره اتوبوس میاد، بعد شروع کرد یه لگز زد به این موتورسیکلت و یه دو سه تا بعد ویرا به این موتورسیکلت سواره، گفت آدمی چیز اینا رو، و خلاص اومد جلو اتوبوسه دست نگه داره که سوارش کنه، اونم سوارش نکرد و رفت، اصلا محلش نذاشت، و این دوباره آقا اومده بود التماس کرد به همین موتورسیکلت سواره که سوار صاحب موتورسیکلت، و این یه شرایط بعضی از کسایی هستش که دستندرکار کارهای سیاسی هستن. آها. اینا در حال حاضر از جمهوری اسلامی دل خوشی ندارن، و ولی تنها امیدشون در حال حاضر، چون اون اتوبوسی که رویاشو داشتن و رد شده ازشون، سوارشو نکرده، به آرزشو نرسیدن، حالا دوباره بیان دلشون رو خوش کنن، به امیدشون به همین موتورسیکلتی باشه که این آقای ظهوری میخواست سوارش، یعنی در واقع بخواستم توضیح بدم ما به غیر از رضا پهلوی در حال حاضر اگر کسی ازش که واقعا شایستگیشو داشته باشه، تمام امکاناتشو قدرتشو همه اینا، بهترین شخص برای رهبری ایران باشه در حال حاضر نمیبینیم، و به همین جهتی که دلمون رو خوش کردیم به آقای رضا پهلوی. خب همین الان شما با این طرحی که کشیدید و توضیحی که دادید از فیلم آقای نصرت الله وحدت و ظهوری، خیلی ها به شما میگن پس ما به همین موتور قرازه قانع باشیم و حتی نه، یعنی چاره ای نیستش، اگه شما بهتر میتونیم برین مرسدس بنز سوارشین، کی هستش الان تو میدون؟ کیه شما باشه کیه شما میخواید؟ در حال حاضر یک کسی انتخاب کنی که هم مردم قبولش داشته باشن، شخصیت داشته باشه، شخصیت بین‌المللی باشه، گوش بکنید. بسیار ممنونم. چیه شما میبینید؟ آخه حرف شما درست. بله
خیلی ممنون. نه معلومه که کیوس بهتر از ایشون سراغ داریم، ما بریم سراغ ایشون. بله. حالا شما که اینقدر به اصطلاح قبول کردید که الان کسی نیست به غیر از آقای رضا پهلوی، احتمالاً دوستان باید با شما یک کمی مهربانتر باشن، بیان شما رو به عنوان عضو ببرن برای این انجمنهای پادشاهی و اینها، و هیچ چیزی شده که مثلا از شما دعوت کنن بهشون بپیوندید جاهایی که میرن یا جاهایی که جلسه ای چیزی هست؟ نه بابا، کسی به ما محلی نمیذاره. نه اصلا نه کلن آخه برنامه ای هم ندارن، مثلا اینجوری نیست که یه حزبی باشه یه جایی باشه برنامه. بابا الان اینجا ما 30 سال 30 خورده سال کانون دوستداران فرهنگ ایران همیشه دوشنبه برنامه داره، یعنی دیگه برای خودشون یه ثباتی پیدا کردن، میدونین. ولی انجمنها میان 2 روز با شور و هیجان، بعد فوری مثل فواره که رفتن بالا سرنگون میشن، اول به جون هم میفتن، بعد جدا میشن، بعد از هم دست همدیگر رو میکنن که این انقدر پول اونو خورده، اون انقدر پول اونو خورده. در صورت من ممنون و متشکرم. اجازه بدید، آقای نیساری نوشتن مردم رضا پهلوی را قبول ندارند، ضمناً ما بهتر از رضا پهلوی صدها نفر داریم. اجازه بدید من با هم شهریم دعوا کنم. آقای سلیمانی، آقای نیساری، همین الان آقای سلیمانی گفت اگر کسی رو سراغ دارید به ما بگید یا برید دنبالش. بعد نکنیم این کار رو، نکنیم از طرف مردم صحبت نکنیم. من میدونم، قبول دارم که اینجوری که دوستان طرفدار پادشاهی میگن اینجوری نیست 99% تو ایران نشسته باشن بگن صد رحمت به کفندوز اولی، بذارید آقای رضا شاه روحت شاه تشریف بیار. میدونم اینجوری نیست، ولی با همه اینا به خودم اجازه نمیدم بگم مردم رضا پهلوی رو نمیخوان. آقا شما از کجا میدونی 80 میلیون، حالا بگو 40 میلیونش میتونه رأی بده، بگو 30 میلیونش میتونه رأی بده، شما از کجا میدونی فردا اگر تبلیغات درست انجام بده آقا رضا پهلوی، برنامه ریزی درست تحویل مردم بده، بگی من که آمدم آقا همین آمریکا، آقا شما 800 دلار جورج بوش یادتون هست آقای سلیمانی؟ من انقدر ناراحت بودم که این جورج بوش آمد الگور برنده نشد، ولی 800 دلار رو که داد دیدم چقدر خوب بود، 800 دلار کمک شد به والا. گفتم حالا تازه اگه گور اومده بود میگفت سوار ماشین نشین، سوار اتوبوس بشین فلان اینا. مردم اینجوری هن آقای نیساری، و اگر یک نفر نبض مردم دستش بود و فهمید خمینی بود و سلام. الان همین شما، همین شما که الان این جنبش ایل و اقوام و اینها رو داری، اگر شما میتونستید درک کنید که مردم ایران به چه چیزی، نمیخوام بگم گول میخورن، چه چیزی رو دوست دارن بفهمن گوش کنن، شما اون حرف رو میزدی. باز آقای سلیمانی تو حرفاشون حرف درستی زدن، گفتن سیاست مدارا همیشه اینجوری هن. نمیاد از همون اول بگه این است و ولا غیر، میگه حالا این هست، حالا گیا با هم باشن چیکار ما دارن. البته قرآن هم چی میگن، بایبل هم میگه گیا نباید با هم باشن. شما گوش که میکنی نمیفهمی آقا خب نظر تو چیه، چون اولش گفته باشن بعد گفته نباشن. ممنونم، شما نظرتون چیه آقای سلیمانی درباره این گفته صحبتی که ایشون گفته مردم رضا پهلوی را قبول ندارن؟ دیگه دو گروه از مردم هستن، من دقیقا نمیدونم چند درصدشون قبول دارن چند درصدشون ندارن، همین. بله. چون من گفتم از طرف مردم صحبت نکنیم، آقای نیساری میگه من به عنوان یک ایرانی حق دارم که بگویم ایشان پایگاه مردمی که ندارن هیچ، بلکه باید پولهای دزدی شده را برگردارن. حق دارید که بگید. بله، بیاین شما هم مثل آقای مانی یه پست درست کنید، آیا شما رضا پهلوی را قبول دارید؟ بگن نه. آیا میخواهید او را ببرید دادگاه پولهایش را بگیرید؟ بگن بله. خب حالا تازه شما این کاغذ گرفتی دستت، میخوای کجا برید؟ من یه برنامه رو گوش دادم، طرف گفت ما اینا رو میخواییم ببریم دادگاه لاهه فلان. گفتم والا ما دیدیم این کلیمی ها چجوری رفتن دنبال این افراد به اصطلاح
ضد کلیمی در دوران جنگ و گرفت، ولی با برنامه بود، با حساب بود و نمیدونم. امیدوارم موفق باشید آقای سلیمانی. من صحبتی ندارم، خیلی خوشحالم این برنامه ردیف شد، عکساتونو فرستادید، طرحاتونو فرستادید. امیدوارم بتونیم به صورت مرتب و منظم برنامه‌ای رو داشته باشیم. حتی اگه شما جای دیگه خودتون در همین استدیویی که این دوستتون زحمت کشیده و ردیف کردین برنامه تولید کنید، برای ما ارسال کنید، پخش می‌کنیم. امروز آقای دکتر عابدی هم گفت که در فکر تهیه برنامه‌ای هست و ما اینجا هر کسی حتی در جهت مخالفت 100% با من برنامه بسازید، من پخش میکنم، بعد به خودم هم حق میدم ایراد بگیرم. باز هم از آقای سلیمانی ممنونم، ساکت میشم اگر ایشون صحبتی دارن بفرمایید. باز هم تشکر میکنم از بردباری شما، چه که میدونم واقعا کار مشکلی دارین و کسایی که پشت صحنه هستن نمیدونن شما چقدر خونه دل میکنین تا یک نفری که وارد است روی کاری کامپیوتر و اینا، خلاصه و چیزایی که لازمه بهش بگید و برنامه رو شروع کنید. و با کمال افتخار در آینده امیدانیم که برنامه پربارتری عرضه کنیم و با سپاس از همراهی. ممنون و متشکرم. آقا اگه اومدی واشنگتن حتما یه سر به دوستان همکلاسیت هم میزنیم با هم، اتفاقا سر راه شماست. اگر از آتلانتا رانندگی کنی 4 ساعت رانندگی کن میرسی به آقا رضا، بعد از اونجا 4 ساعت رانندگی کن میرسی اینجا، با هم بریم یکم واشنگتن رو بگردیم. خب آقا یه دو تا نوشته دیگه هست. آقای مانی خورسندی، ایشون داداش هادی خورسندی از کانادا، نوشتن اولا رضا پهلوی چیزی ندزدیده، دوم اینکه ثروت شاه در بیرون از ایران بوده. آقای مانی همچنین نوشته که هیچ کس خمینی را هم نمیشناخت و نمیخواست، ولی آمد و سوار ملت شد. به نظر من نگیم سوار ملت شد، بگیم حکومت رو در دست گرفت. شما نظرتون چیه در مورد پولی که مثلا من حالا حتی اگه دزدی هم کرده باشم بعد این پول به بچه‌م برسه؟ خب بچه من که دزد نیست که. اگه اینجوری باشه آقای مانی تمام آقازاده هم شما تبرئه‌شون کردید، ضمن تمام اینها پولا رو آوردن بیرون. و من اگه بشه اون آقای قاسمی رو پیدا کنم که در مهستان صحبتی کرد، اون برنامه خیلی خوبی بود. بفرمایید آقای سلیمانی، نظری داری درباره گفته؟ اگر نه، اگر اجازه بدین من نظری ندم در این مورد. بسیار ممنونم که با ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم در برنامه های آینده بهتر و به اصطلاح بیشتر با دوستان باشیم. حتی اگه بخواین میتونیم برنامه ردیف کنیم که دوستانم بتونن تماس بگیرن یا دوستان زنگ بزنن برنامه صداشون رو ضبط کنن، ما در برنامه صداشون رو ضبط میکنیم و صداشون رو پخش میکنیم و شما پاسخ میدید. این دعوای پول شاه فعلا بین آلمان و کانادا بین دوستان ادامه داره. این دوستمون میگه پدر ایشون دزدیده، اون آقا میگه اگه پول شاه شد پولها رو هم با خودش میاره ایران و خرج ایران میکنه. مرسی آقای کوروش خانم. جانب ببخشید، من اگر بتونیم تبلیغی برای برنامه آینده بکنیم حتما. من دوست دارم درباره آقای فرامرز دادرس، آقای میرزا عسکری مانی و مرتضی میرآفتابی گفتگوهایی داشته باشم و همچنین درباره تحریفایی که توی فیلم‌ها ساخته شده از اون واقعیت‌های تاریخی، فیلم‌های سینمایی از جریان‌های تاریخی ساختن و حتی مصری، این دستکاری‌هایی که شده، اگر فرصتی پیش بیاد دوست دارم راجع به این موضوع صحبت بکنم و کسایی که علاقه دارن راجع به این موضوع اطلاعاتی دارن خیلی خوشحال میشیم که نظرشون بشنویم. خیلی ممنون. پس به امید دیدار شما در برنامه‌های آینده. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. خب دوستان عزیز، برنامه‌های ما همینجا تموم میشه تا اینکه آقای پرویز مینویی از تگزاس با ما تماس بگیرن. برنامه آقای مینویی هم جالبه و ببینید زمانی تلویزیون رنگارنگ بهترین تلویزیون شد که 22 تا مجری واقعا 22 تا طرز فکر مختلف، صحبت مختلف داشتن و تمام اونایی که کالیفرنیا بودن خودشون میگفتن این تلویزیونای کالیفرنیایی رو ما انداختیم دور، شما رو نگاه می‌کنه. البته ایرانی‌ها همیشه همینو میگن. در صورت
خوشحال میشیم نظرات مختلف شما رو در تلویزیون مردم داشته باشیم و پخش کنیم. یک ساعت و نیمی به ما، یک ساعت و ربع، 75 دقیقه به ما استراحت بدین، برمیگردیم با آقای پرویز مینویی. برنامه زنده‌ای خواهیم داشت از تگزاس. روز روزگار بر شما خوش.